شلخته نامنظم، خیلی معمولی. چشم‌اندازه شهر بزرگ این نباید باشه. به من باشه یه طراحی در شب عالی می‌کنه. فکرشو بکن. از این بالا داری به تهران نگاه می‌کنی، اما نقشه ایران رو می‌بینی. از بالا از خزر با نورای آبی خوش رنگ میای تا برسی به یک کمربند از نورای سبز با طیف‌های مختلف زرد و نارنجی و قرمز، همینطوری میای تا برسی به آبی خلیج فارس. چطوره؟ خوبه. هم زیباست، هم نمادین، هم آموزشی. شما نقشه‌ای برای دیزاین فضای کره زمین ندارین؟ اتفاقا چرا؟ منتها یه مشکل کوچیک وجود داره. یکم پول خورد، حدود 20 میلیون دلار لازم دارم. باش برم اون بالا، از اون بالا ببینم، بعد طراحی کنم. ببخشید آقای مهندس، شما رویاتون در مورد طراحی خونتون چیه؟ خونتون؟ نه تصحیح میکنم، خونمون عزیزم. تکرار کن. چه عجب، یه گریزی به معرکه زدی. طراح هنری هر جای مهمی هم که باشم، طراح خونه خانم خونه است. اینو دونا باش. طراح زندگی خانم خونه است. طراحی خونه که کاری نداره، آقایون هم میتونن باشن. آره، دست شما درد نکنه دیگه، کار آقایون همیشه بی اهمیته. نه بله. سلام. خوبی؟ یه لحظه گوشی. دوباره بگو، قطع وصل شد. چی شده باز؟ خب بهش بگو میام. بهش بگو الان میام. خدا حافظ. سلام. سلام، قربونت برم، چه زود برگشتی. سرم یکم درد میکرد. طوری شده؟ نه، هیچ اتفاقی نیفتاد. دوباره برگشتیم سر خونه اول. تا اومدیم دوتا کلمه حرف جدی بزنیم، همون تلفن و همون به هم ریختن رو. بابا که خونه نیست. نه آخه اینطوری که نمیشه. آخرش چی؟ مامان، شما دیگه گیر ندین، سرم داره میترکه. خب خانم قائمی، وام دانشجویی که نداشتین؟ نه. از کتابخونه کتابی، فیلمی چیزی نگرفتین؟ همه رو پس دادم، برگه تصفیهش هم داخل پرونده هست. ببینیم ما تو این یک سالی که از آشناییمون میگذره، این دفعه اول نیست که این اتفاق میفته. همیشه تفره رفتی. این موضوع واقعا واسه من یه معما شده، روز به روزم داره پیچیده تر میشه. بابا واقعا موضوع چیه به من بگو، منم خسته شدم ایمان. من احساس میکنم خودتو بیشتر از من داری عذاب میکشی. خیلی خوب، خیلی خوب، حق داری، خسته نشو. اومدم اینجا همه چی رو بهت بگم. دیشب یه چیزی گفتی منو به فکر انداخت، گفتی طراح زندگی زن زندگی، درسته؟ یادته؟ خیلی خوب، پس بهترین کسی که میتونه بهم کمک کنه خود تویی. من میگم تو طرحشو بده. موضوع چیه؟ کلاس داری؟ نه. وقت چی داری؟ بله. خیلی خوب. تو زندگی واقعیتایی هست که شاید بعضی وقتا تلخ باشه، ولی آدم ناچار باید بپذیره. مسئولیتایی که خواسته یا نخواسته به گردن آدم هستن. و چاره ای نیست مگر اینکه کارتو به نفع احسن انجام بدی. چیزی که ازت خواسته شدی. ایمان.
برو سر اصل مطلب. تو زندگی من یه نفر هست که بهش متعهدم. نه اینکه نتونم از زندگیم حذفش کنم، ولی اگر بخوام این کارو بکنم اون وقت اون جدن آسیب می‌بینه. شاید بهتر بود اینو از اول بهت میگفتم، ولی اصلا چطور خودت بیای از نزدیک ببینیش؟ دلم میخواست وقتی اولین بار میای اینجا خودم سر پا باشم، ازت پذیرایی کنم، برات سنگ تموم بذارم، ولی خب حالا حالم که بهتر بشه جبران میکنم. شما لطف داری. دست شما درد نکنه. من یه عیدی برات گرفتم، گذاشته بودم وقتی اومدی بهت بدم. شرمنده کردین، دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. خواهش میکنم. راضی به زحمتتون نبودم. قابل تو رو نداره. وای خیلی قشنگه. دستتون درد نکنه. آره دست شما درد نکنه. با مرسی. ممنون. اصلا قابل تو رو خیلی نداره. خیلی مشکل. مبارک. ممنون. مبارکت باشه. اینم سپیده جونه نه؟ آره. چه نازه. خیلی هم خانومه. تازه تفلک اینجا حسابی هم ناخوش احوال بود. قول و ولای عروسی و ازدواج و حسابی تردید داشت تو انتخابش، تو تصمیم به ازدواجش. ولی بعدها دید که همه نگرانیاش بیمارده. بیژن مرد خوبیه. منم خواستم یه اعترافی بکنم. خیلی از خونتون خوشم اومده. یعنی یه جورایی نوستالژی بچگیامه. خونه پدر بزرگم. میگم چطور ما هم همینجا زندگی کنیم. آره دوست داری؟ باشه، من حرفی ندارم. حالا اونی که گفتم باید ببینیش. آماده ای؟ سلام بابا. سلام بابا. بابا. جانم بابا. هیچ. درست مثل بچگیات. وقتی بازی میکردی یا اسباب بازی چیزی رو ازت میگرفتن و چیزی رو نمیخواستی بگی، چشمات همینجوری مثل دوتا گنجشک قشنگ این ور اونور پر میزد. ولی این بار بازی نیست بابا. یه واقعیت. منم که غریبه. باش. باشه بابا. نگو. بابا. ایمان راجع به برادرش با شما صحبت نکرده بود؟ نه. اون که صحبت نکرده بود. تو چی؟ تو هم چیزی نداری بگی؟ پنجره اتاقت توی خیابون منتظرت. منتظرم.
هممون شوکه شدیم. من چیزی رو پنهون نکردم. اتفاقا پدرم هم همینه میگه. خیلی زرنگه ولی چی؟ راستشو نگفت؟ دروغ نگفت اما راستش هم نگفت. از سیر تا پیاز رو از من پرسید، اونقدر که وقت کم برد. یعنی بابای من انقدر ترس نکنه. ترس چیه؟ میلرزیدم. باور کن ترس از دست دادنت. سرده بیا بیرون دیگه. هنوز سر اون موضوعی که گفتی هستی؟ نمیتونی از زندگیت حذفش کنی. قولیه که به بابام دادم. درست تو لحظه آخر که داشت برای همیشه میرفت. نمیتونست حرف بزنه ولی با نگاهش همه وصیتاشو کرد. یه نگاه به علی انداخت. بعد به هم خیره شد. علی یوسف بغلش کردم، بوسیدمش. بابام دید، لبخند زد. بعد نگاش برای همیشه بهم خیره موند. برای همیشه نگاش بهم خیره موند. نگار سخت سخت. میخوام یه موضوعی رو بهت بگم که خوشبختانه برات آشناست. تردید. تردید و استراب قبل از ازدواج. همون چیزی که راجب سپیده میگفتی. منم الان تو اون برزخم. شایدم بدتر. فقط بهم قول بده هر تصمیمی که گرفتم تو هم بپذیری. یا خیلی خدا. بچه از وقتی فهمیده که تو نگار میخواین عروسی کنین دیگه زمین و زمانو یکی کرده. کاش اصلا بهش نمیگفتی. میخواستم آمادش کنم. بالاخره باید میفهمید دیگه. بشقاب تو ببرد غذا بکشه. نه من نمیخورم سیرم. تو بکش برای خودت. والا منم نخورده سیر سیره. نگران نباش، کم کم عادت میکنه. یعنی باید عادت کنه. مشکل ماست مادر من، چجوری ازش بخوام؟ منظورم علیه. نگران نباش، همه چی درست میشه. فعلا که ظاهرن قضیه. نمیدونم چی پیش میاد، چی میشه. اصلا بلش کن. کاری داشتی صدام کن. من فکرامو کردم. نهایت نهایتش اینه که یه بچه از پرورشگاه میاری.
چی؟ مامان چه اشکالی داره؟ فقط همین؟ تو میفهمی چی داری میگی نگار؟ تو اون شرایطو نمیتونی تحمل کنی، من میدونم. فقط یه موضوعی نگرانم میکنه، اونم اینه که در آینده علی چقدر میتونه رقیب من باشه، بتونم تحمل کنم. من به شما حق میدم که نگران باشید. البته افراد دیگه هم که بستگان در واقع مبتلا نداشتن ممکنه صاحب فرزندی بشن که سندرم دان باشه، ولی در صورت تحت نظر بودن در مرکز تخصصی خاص مثل اینجا میتونین به داشتن فرزندی سالم مطمئن باشین و خیالتون هم راحت باشه. نگران نباش عزیزم. خیلی ممنون. فقط این که مشکل ما فقط مربوط به بچه دار شدن خودمون نیست، ما یه مشکل اصلی داریم، اونم اینه که برادر شوهرم مبتلا به سندروم دانه که خیلی شدید به شوهرم وابسته است. خیلی هم رفتارهای بدوی از خودش نشون میده. من فقط میخواستم بدونم که آیا واقعا این بچه ها اصلاح پذیرن؟ یعنی این مسئله واسه اینقدر مهمه؟ من یه دوستی دارم که اتفاقا پسری سندروم دانه، اون به خیلی کمک بیشتری میتونه بکنه. این شماره تلفنش، اینم آدرسش، میتونی باش تماس بگیری. منم راجع به تو باش صحبت میکنم، نگران نباش. اون تو مدرسه عادی با بچه های عادی درس میخونه. میخوای ببینیش؟ اون حمید همسرمه، توی این راه خیلی بهم کمک کرده. اونام مانی و محمدن، پسرامن. کلاس شطرنج میره، کلاس تکواندو هم میره. ولی فکر نکن که همینجوری به دست اومده اینا، نه، خیلی برای زحمت کشیدن، خیلی. ولی باور کن نگار جان، این بچه ها واقعا تربیت پذیر و آموزش پذیرن، باور کن. ولی خب بسته به اینه که ما چقدر روشون زحمت بکشیم. من فکر میکنم حرفای من قابل اعتمادتر از ریه روانشناس برای تو یا اون پدر مادرهایی که بچه های اینجوری دارن. حالا بگو ببینم واقعا حاضری؟ سلام. ای توی محمد جون. منه. خوبی؟ بخوبه، مرسی. خیلی خوشحالم دوباره میبینم. ممنون. برو، مزاحمت نمیشم. خدا حافظ. یادم تو اون دوران سردرگمی و سرگردانی زمان مشکباران بود. یه بار آیدا رو در بغلم گرفته بودم، وضعیت قرمز بود، ولی یه لحظه چشمامو بستم و گفتم چقدر خوب میشه که همین حالا یه موشک اینجا بخوره و راحت بشی. یاداورش خیلی سخت، ولی حالا اگه برگردم به همون زمان تولد آیدا و حق انتخاب داشته باشم، شک نکنید که آیدا رو انتخاب می‌کنم. از کشور بودیم که محمد به دنیا آمد، بلافاصله تشخیص دادن، سه راه جلو پامون گذاشتن، بچه رو به خانواده هایی بدیم که طالب همچی بچه هایی هستن، البته برای همیشه، به خانواده هایی بدیم که هر وقت بخوایم بریم اونا رو بتونیم ببریم، و بالاخره راه سوم که بتونیم اونا رو با خودمون بزرگ کنیم، پیش ما بمونن. لحظه های خیلی سختی بود، خیلی، ولی من خوشحالم که تونستم تصمیم بگیرم که محمد رو با خودمون نگه دارم و به همه ثابت بکنم که فقط
یه خورده سخته و بعدم دلم میخواد به والدین، به اطرافیان و دوستای این بچه ها بگم که اونا هیچ از نظر عاطفی کم ندارن، پایین نیستن، بلکه میتونن به ما انسانیت رو یاد بدن، میتونن به ما عشق رو یاد بدن. چقدر این بامزه؟ معلماشون واقعا عاشق. من به شما حق میدم که نگران باشید. البته افرادی هم بودن که توی خانوادهشون مبتلا نداشتن، ممکنه صاحب فرزندانی بشن که دچار سندرم دان بشن. دو زحمت خودت کشیدی، گیرم که این فیلم حقیقت داشته باشه، اما برادر ایمانم هم همین شکلیه دیگاره. تو میتونی با یه همچین آدمی یه عمر زندگی کنی؟ چرا جواب نمیدی؟ اگه حقیقت داره، خب چرا اصلا فیلم خود این پسره رو نگرفتی بیاری به ما نشون بدی؟ چجوری میتونی یک عمر تحمل کنی یک همچین آدمی رو؟ چرا جواب نمیدی نگار؟ اصلا چطوری بیاریش اینجا ما خودمون ببینیمش؟ آفروق؟ آره دیگه، به من فرصت بدیم. آقا علی جون، علی جون کجایی؟ ایمان جان، مامان جون باید استراحت کنیم. اذیتش نکنه مادر، من نگرانم. نه ترس، من اون شب نباید به تو زنگ میزدم. به خدا خیلی کلافم کرده بود، گفتم زنگ نزنم، ولی مامان جون اشکال نداره، قربونت برم. آخه مردم چی میگن؟ میگن پرستاره، معلمه، عروسشونه. ما به مردم چی کار داریم؟ هر با همون زدیم، خودش اینطور میخواد. نه ترس، طوری نمیشه. علی کجایی؟ کجا رفتی؟ علی؟ کجا برم؟ علی جون؟ کجا برم؟ کجا بودی؟ خوبی؟ کجا برم؟ باشه چشم. آیا؟ چشم. آیا؟ هرچی شما بگه باید. بزید چشم برم. بزید برم. بفرمی داداشی؟ داداشی که خونه نیست، رفته بیرون. علی جون بزید برم. چشم. داداشی سر بازه شهر بازی. باشه باشه آقای پلیس، من رو ببخش، من کاری نکردم که. تو باید دستی دست برا. چشم، من باز داشتم، خدایا کمکم کن. تو که نگر. چشم. تو که نگر. چشم، تو رو خدا منو نکش، تو رو خدا من دوست تو هم منو نکش. باشا لعنف باشا. بله چشم چشم. بله بله کجا برم؟ شیدن منو ننداز زندان، خواهش میکنم منو ننداز شیدن منو ننداز زندان.
بگو کمک. کمک، کمکم کنید، کمکم کنید. نجازه بده. چی؟ نجات. نجاتم بدین، نجاتم بدین. خواهش میکنم منو نکش. منو ببخش آقای بودی. ایما، ایما چی شده؟ بازی میکنم، نگران نشو. آخ پس اگه دوست نداری من بمیرم دیگه منو نکشی. خب دیگه به هیچ کی شلیک نکنی ها. نه گل میدی؟ نه. گریه نکن قربونت برم. ببین برای چی خریدم. باز کن ببین دوستش داری. باز کن زود باش. باز کن سریع. ببین وای دوستش داری؟ بیا بزن. بزن. اینم دیگه میذاریمش کنار. خب؟ بزن ببینم بلدی. بودو. آفرین. یه دونه‌ش هم بده من. بیا با هم بزنیم. شروع کن. علی این مولی نگاه کن چه پامرده شده. اینو بذار کنار بده. عکس. عکس نه. عکس داداشی عکس نه. چرا ایمان؟ عکس من ازش عکس میگیرم فقط یه شرطی داره. قول میدی مهمون اومد خونتون آروم باشی مؤدب باشی شیطونی نکنی؟ اه قول میدی؟ اه به داداش ایمانم قول بده؟ اه قول داد. پس من ازش عکس میگیرم. حاضری؟ بله. یه لبخند؟ یه جوک دارم قلقلیه. وای چه عکسی شد. بیا خودمون یه عکس بندازیم. ببخشید آقا میشه یه عکس از ما بندازیم؟ ببخشید. عکس عکس میگم. یه لحظه داداشی سب کن منو نگار جون یه عکس با هم بگیریم. داداشی گفتم همونجا وایسا. نه من نگرانم تو خودتو به خاطر من تو شرایطی گرفتار کنی که باب میلت نیست. کش خواستان نمود اول ولی افتاد مشکل. بیلین یه لحظه گوشی. داداشی برو تو اتاقه تلفنم تموم شد. بیلین برو دیگه. نه پسر خوبی باش. الو برو داداشی برو.
الو. برو تو اتاقت میام. نه علی اومده بود تو اتاق. نه نمیدونم کاری نداشت. نه تعارف نمیکنم بگو راحت باش. خب چی میگفتی؟ آها داداش گوشتی. الان وقتش. گوشتی. بابا دارم با تلفن حرف میزنم داداش. گوشتی. الو نگار جان. نه اومده تو کشتی الان وقت کشتی کشتی نگار جان کشتی نه کشتی باشه نه کشتی نه الان وقت کشتی نیست خیلی خوب باشه ببین من 5 دقیقه دیگه بهت زنگ میزنم باشه قربانت کشتی چی میگی؟ دوز اومده بود دوز نیومده بود دوز اومده چطور هر چی میگی من گوش میکنم بریم شهر بازی چشم بریم غذا بخوریم چشم خب هر چی من میگم گوش کن دیگه بریم برو تو اتاقت خب برو بذار خوبی باش دیگه علی جان علی درو باز کن برات ماکارونی درست کردم علی دوست نه دوست دوست دیگه دوز و پلیس بازی نمی کنی فهمیدی؟ دوست منه دوست منه داد باش داداش مالت درو باز کن باش علی جون چرا اینجوری میکنی؟ این چیه؟ این؟ حقش من داداش منه باش حقش من داداش تو داداش من خب؟ بیا بشین بیا عکس علی رو بذاریم علی اینطوری نه ببین ماکارونی رو اینطوری میخورم ببین با چنگال باشه؟ ها. علی نگاه کن به من باش اینطوری دوست داری بخوری؟ باشه با هم مسابقه میدیم خب شروع میکنیم 1 2 3 خوبه؟ دوتا انگشتی؟ تو برنده ای
تو برنده برانه پر بله یا پر بله آفرین حالا نگار ماشین خوشگلی داری علی؟ کی اینا رو درست کرده؟ ها؟ من دیشه کجا میخوای بری؟ بهشت کجا؟ بهشت بهشت؟ بهشت آفرین منم میبری؟ بله سرت گیج میده یه من نچرخ بابا بیا بشین پیش خدا ببین چقدر فاصلتون کم شده خیلی فاصله ها رو کمتر کشیده با این نقاشی قبلیش مقایسه کن ببین تو این نقاشیش چقدر آثار خشم داره چقدر فاصلتون زیاده چقدر تو رو کوچیک‌تر کشیده ولی اینجا نه تو این نقاشی فاصله رو کم کرده تو رو هم بزرگتر کشیده هم اندازه برادرش هم فاصلت باهاش کمتر شده هم بزرگتر شدی هم بهت رنگ داده معلومه خیلی براش اهمیت پیدا کردی حتی هدیه‌ای هم که بهش دادی چقدر پررنگ کشیده معلومه که خیلی دوستش داره شما بزن تو بزن نه عجله نیست بزن ببین الان دقیقا سه رو به خدا من باورم نمیشه 10 دقیقه تو اتاقش بند نمیشه دست شما درد نکنه گوره خواهش میکنم خیلی ممنون خواهش میکنم
آقا شام حاضره، خانم منتظرتون هست. باشه. بفرمایید. گلی خانم حواسم به این ساعت اضافه که وای میسین هست. خیال راحت باشه. دست شما درد نکنه. خواهش می‌کنم. فکر کنی الان وقت شده؟ وقت چی؟ یه جوری مامان بابات اینا بتونن. اگه منظورت اینه که مامان بابام علی رو ببینن، چرا که نه؟ آره؟ خوبی بهش پلش بود کلمه شد الهی قربونه پسر خوشگلم برم چقدر پسر من خوشگل شده مامان جانم مهمون اومدن نه مهمونا هنوز نیومدن علی جون بیا پسرم بیا قربونه قد و بالاش بشم علی جان مهمونا که اومدن شلوغ نمی کنی ها نه باریکلا پسر خوب داداشی داره دومات میشه من جامن نه تو عمو میشی وقتی نگار و ایمان جون عروسی بکنن اون وقت تو عمو میشی بچهشون به تو میگه چی؟ میگه عمو بیا منو ببر شهر بازی من تو چی؟ تو میبری شو شهر بازی باریکلا تو میبری شهر بازی علی جون به من قول دادی ها خب شلوغ نمی کنی که ها باریکلا پسرم علی جان نگار جون اذیت نکن بیا این بر پسرم نه بیا پسرم نگار جوز من داداشی حرف مامانو گوش کن دیگه اگه بازم میخوای بریم شهر بازی نه باشو بیا اینجا بشیم باشو جوز من بفرمایی قابل تعارف نیست بفرمایی علی جون پوشو بیا اینجا بسرم نه بذارین راحت باشه بذارین همینجا بشینه کاری نداره که نگار خب سرکار که انشالله حالتون خوبه شکر خدا بهترم البته اگر زودتر عمل میکردم خب بهتر بود ولی ایمان تفلک دست تنهاست نگار من یادم سر باشی افتم من سنسی سر بازی سر بازی شدم تخبرک یفتم پاسو کردم یه بچه برا بوده افتده با این موده عجب بچه برا افتده مود به دست من
دومن من نگذ من دومن کمز کمز مردم بس از از کمز بهش پولی سرفته کمز شدیم ها کمز شدیم بعد کمز بود بنده بود بعد میزه نگذتون چه منه من دومن من دومن من دومن بعد از علی جان من دومن ببخشید خانم. نه خواهش میکنم. راحت باشین شما. اینقدر دیگه میدونیم. بعد از بیمارستان اونم بعد از جراحی قلب باز. خیلی متشکرم. دلشه. کمس. دلشه این مال شما نیست. نباید دست بزنی عزیزم. ببخشید آقا. نه. ببخشید خانم. آقا بیا بریم بشین پیشم. بیا. بشین همینجا. خب اجازه مرخصی میفرمایید خانم. ایوا چرا به این زودی؟ خب دیگه بیشتر از حد یک عیادت مزاحم شد. تازه داشتیم از حضورتون استفاده میکردیم. خواهش می‌کنم. ولی آخه قرارمون اینجوری نبود آقای قایمی. حالا دیگه قرارمون هم شما تعیین میکنین. نه نه جسارت نباشه. سمری پشت خطم میخوام باهاتون صحبت کنم مثل که خیلی هم عجله دارم بگی جلسه داره ببینی من نظر پدرشو میتونم بهتون بگم خب میدونین که رضایت پدر شرطه رو راست بهتون بگم پدرش مخالفه میگه انگار من دخترمو دادم به مردی که یه پسر 16 ساله داره اونم یه 16 ساله‌ای که مشکلم داره من که نمردم خانم قایمی درسته ایمان قایم علیه اینه یه پدر همیشه بالا سرش بوده ولی تا این نفس خشک و خالی رو دارم نمیذارم که مزاحم زندگی اونا بشه از من قبول کنی میخواین یه محضری یه جایی امضا بدم من تا وقتی که زنده هستم مطمئن باشین که کوچکترین ناراحتی واسه نگار جون درست نمی کنی خانم قایمی جزه بلا تو زندانی الو خانم سمری با قد شد چرا Thank you.
تو همون یک ساعتی که اونجا بودیم دیدی این پسر چه علم شنگه ای را انداخته بود؟ وقت چجوری ممکنه آدم یه عمر بتونه با این سر کنه؟ همه رفتارهای اون بچه به خاطر سادگی و محبت زیادیه که داره. بله، دوستی خاله خرسه هم از محبتهای همینطوری شد مثل افتاد سر زبونها. ببین نگار، این دانشگاه نیست که با نمره 19 و نیم ریاضی بری تئاتر بخونه این مسخره بازی و منو موافقت کنم. این یه زندگیه، یه عمره. عشق عاشقی هم یه دوره‌ای داره. فردا که از سرت افتاد میگی چرا اون روز به من نگفتین؟ حالا اون روز من دارم بهت میگم. بابا جون، من چند تا پیرهن بیشتر از تو پاره کردم. من نمیخوام تو توی آتش بسوزی. اگه اجازه بدی من میرم. کجا؟ بیمارستان. نگران نباش، چیزی نیست، انشالله خوب میشه. هرچی خدا بخواد. خیلی ممنون. کاری داشتی به من زنگ بزن، داروی چیزی. من تو هلال احمر آشنای زیادی دارم. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. لطف خدا نگهدار. نگار، پایین منتظرتم. چشم. لطف کردین اومدین آقای قایمی. علی رو چیکار کردی؟ پیش گلی خانم. ازش خواهش کردم تا برمیگردم پیشش بمونه. بابا حرف تازه‌ای نزد؟ نه، هیچی نگو. بله، اومدم. چشم. ایمان؟ بله چشم. بابا بود. خب برو منتظرش نذار. دست درد نکنه که اومدی. نه، با تو کار داشت. میخواد باهات حرف بزنه. تنها. اصلا من خودم رو بگم که یه موقع به کسی بر نخوره. من فردا سرمو گذاشتم زمین. میخوام بدونم تکلیف دخترم چی میشه. با این شرایطی که هست آینده دختر من چی میشه؟ انشالله که 120 سال زنده و سلامت باشین آقای قائمی. ولی این وسط مامان من مریضه. خدا پدرت بیامرده که رک و پوست نده. گفتی تعارف که نداریم. یا مثل دوتا مرد با هم صحبت. در خدمتتون هستم. من هم این دوران رو گذروندم. عشق، تردید، دودلی، مشکلات، بر سر دوراهی. پدردن من بعد از 3 سال جواب بله رو داد. اون موقع واقعا ازش نفرت داشتم. اما بعدها که به شرطهای اون در مورد خودم که با چه خون دلی اونا رو انجام دادم فکر کردم، دیدم واقعا چه خدمت بزرگی به من کرد. خیلی خوب، شرطای شما چیه آقای قائمی؟ ببین، تو باید از برادرت نگهداری کنی. شک خیلی هم عالیه، اما نباید به نابودی زندگی خودت بیانجامی. به عقیده من بسپارش جایی که خیلی بهتر و بیشتر از خودت مراقبش باشه. وضع مالیت هم که بد نیست. بذارش یه آسایشگاه مدرن و مرتب. جوری حرف میزنین انگار آسایشگاه مدرن و ساده و مرتب و نامرتب داره. نه آقای قایمی، نه. آسایشگاه آسایشگاهه. از 3 سالگی این بچه که پدرمون به رحمت خدا رفت سرش رو دستای من گذاشته و خوابیده. تو موهاشو ناز نکردم، براش قصه نگفتم، خوابش نبرده. به علاوه واقعا کار آسونی نیست. شما جای من چه میکرد؟ تناقض داره از حرفات بیرون میزنه. به من اعتراض نکن. تا
تو میخوای ازدواج کنی، بچه خودتو هم باید بره تو اتاق خواب خودش بخوابه، از شیر خارگی. میبینی یه جور یه حریم هایی با این ازدواج داره شکل میگیره، یا به عقیده من باید شکل بگیره. دختر من دختر احساساتیه، رویایی، دلنازک، ساده دل. اونقدر ساده که با اولین عشق زندگیش به فکر ازدواج افتاده و همین این خطر رو داره که این تب تون ممکنه خیلی زود به عرق بشینه. من و تو که مردیم باید به احساساتمون غلبه کنیم. من دیگه واقعا نمیدونم چی بگم، فقط میتونم دوباره ازتون تشکر کنم که اومدی. با اجازه. فکرات بکن به من خبر بده. داداشی؟ خوب میشه. دوست داری یه مدتی بری شهر بازی پیش بچه ها؟ همیشه پیش بچه ها باشی؟ تا مامانی از بیمارستان میاد. اگه اون وقت من نتونم بیام پیشت ببینم چی؟ پیش بچه ها میمونی؟ نه آخه من نمیتونم بیام. جا بیام، من باید برم سر کار، باید پول در بیارم، یه پول شهر بازی رو بدم دیگه. جمعیه مربونت برم. جمعیه علی جون. بله پسرم، حالت خوبه؟ بله. من خیلی دلم برات تنگ شده بودا. من دلم تنگ شده. دلت تنگ شده بود؟ بله. مامان جانم، من میخوام برم سر بازی پیش بچه ها. فقط تو وقتی که من تو بیمارستان هستم. آره مامان. جاش خوبه؟ جاش خوبه، ازش خوب مواظبت میکنم. آره مامان جان، دوستای زیادی اونجا پیدا میکنه، شهر بازی داره، با هم صحبت کردیم، دوست داره بره اونجا، مگه نه؟ بله. ایمان جان من خیلی نگرانم. نگران نباش قربونت برم، جاش بد بود میارمش بیرون. بریم داداش، بریم قربونت برم. از مامان خداحافظی کن. مامان خداحافظ. 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 سلام آقای زمانی. سلام. روز شما بخیر. سلام آقای صمدی، منتظرتون بودم. ببخشید دیر شد. ایشون برادرم علی آقا. سلام علی جان، خوبی؟ خوب. خوش اومدی.
کاری داری همونگوری که فهمیدی انجام شد. گفتم به خب آی سمری اگر اجازه بدین من علی رو ببرم به دوستاش معرفی کنم. خواهش بکنم. من مقام بند شهر باشی. کجا؟ شهر باشی. باشه آی زمی برم شهر بازی. من مقام بند شهر بازی. خوش بگذاری. من الان برمیگرم خدمت. چه لباس قشنگی هم پوشیده. خوش اومد علی جان. اسم دلی بودم. فرات خوبی؟ یه لباس قشنگ بدم. لباس خوشگلت هم عوض کن. اینجا دوستای خوبی پیدا میکنی. میتونی باشون بری بازی. بله بله جان. خوب شد دیدم تو. چی شده؟ یه لطفی کنین این ساکه اسباب بازی‌های گران قیمت رو برگردونید لطفا. آخه اگه این نباشه که بیشتر بهانه میگیره. خب دوست من شما فکر بچه‌ها اینجا رو نمی‌کنین؟ اینا اگر این اسباب بازی رو بنام دلشون می‌خواد ما هم نداریم اسباب بازی بین اونا تقسیم کنیم. یه لحظه پس اجازه بدین ببخشید. حداقل اینا رو بهش بدین. آسایشگاه قوانین خاص خودشو داره. آخه بهش اونس گرفته دوستش داره. ممنون میشم ببرینشون. پس هواشو داشته باشی. خیالتون راحت باشه. دیگه سفارش نمی کنم. مطمئن باشی. خداحافظ. خیلی ممنون. ببخشید آقای زمانی دوباره مزاحمتون شدم. یه مطلبی رو فراموش کردم خدمتتون بگم. ببخشید. علی از تاریکی خیلی میترسه. معمولا شبای چراغ تو اتاقش روشن میمونه، چراغ کوچولوی چیزی. خیالتون راحت باشه آقای سمری. حواستون به همه جا هست. امکانش هست اینجا. گرگه نکن پروز کن بلا بله میشه خدا بگو داداشیت میاد Thank you.
علی چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ داداش من داداش؟ خب الان شبه، داداشت صبح میاد، الان باید بخوابی؟ نباش نباش باید بخوابی تا صبح که شد داداشت میاد. بخواب آفر شب بخیر. نه 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 سلام خانم. صبح شما بخیر. سلام. ثمری هستم. میتونم آقای قائمی رو ببینم؟ خواهش میکنم یه لحظه اجازه بدیم ببینم. میتونم ببینم تو. بفرمایید. سلام عرض میکنم. سلام. صبح شما بخیر. صبح بخیر. ببخشید اول وقت سر زده مزاحمتون. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی خوش آمدیم. ممنونم. زحمت نکشید. خواهش میکنم. مادر حالشون چطوره؟ شکر خدا خوبه. ببخشید یکی دوباره زنگ زده بودین. من نتونستم با شما صحبت کنم. خواهش میکنم شما ببخشید که من مصده اوقاتتون شدم. خب من آماده شنیدن حرفاتون هستم. عرض کنم که زیاد وقتتون رو نمیگیرم. من خیلی فکر کردم آقای قائمی. تصمیم خودم رو گرفتم. میخوام علی رو برگردونم. برگردونی؟ خب بنابراین به من یا تنها دخترم دیگه چیکار دارین؟ برین زندگیتون رو با برادرتون شروع کنین. این شانس رو بهمون بدین. ببینید آقای ثمری، یه چیز بهتون بگم. این قنچه زیبایی که شما میبینین من عمرم پاش گذاشتم. نمیذارم اینقدر ساده نابود بشه. شما اگه برای برادرتون پرستار میخواین برین سراغ یکی دیگه. چرا من؟ یا چرا تنها دختر من؟ بسیار خوب. اگه شما قلبن به این وصلت رضایت ندارین منم چاره ای ندارم جز اینکه به طور کلی فکر ازدواج رو از سرم بیرون کنم. چون به جز نگار به کسی دیگه ای نمیتونم فکر کنم. این مسئله رو نگارم میدونه؟ بله بله میدونه. ناراحت نشی، باور کنی نیت اصلا مخالفت با شما یا وایسادن جلوی شما نبوده. من از نگار دختر شما خیلی چیزا یاد گرفتم، جور دیگر دیدن. به خاطر تلاش اون بود که الان فهمیدم این بچه هم حق زندگی داره.
این حال مثل یه پدر براتون ارزش قائلم. اگر الان به هم بگین نه، رامو میکشم میرم. دیگه هم مزاحمتون نمیشم. میدونی مثل این که شما همه فکراتونو کردین و تصمیم خودتونو گرفتین، من چی کار میتونم بکنم جز این که قبول کنم؟ بهم اعتماد کنین، بهتون قول میدم برای خوشبختی نگار هر کاری که از دستم بر بیاد انجام بدم. قول میدم. مطمئنم یه برنامه کوه جواب میده. من و تو و بابا و علی مطمئنم یه ماه نشده همچین قاپ بابا رو بدوزی که خودت هم باورت نشه. خدا کنه باورت نمیشه چه بار بزرگی از قلبم برداشته شد. دیشب شب خیلی سختی بود. دوباره سیگار کشیدم. ایمان میدونم معذرت میخوام، ولی باور کن خسته و عصبی بودم، یعنی خیلی سخت گذشت. تو قول داده بودی. میدونم جانم. بله خودم هستم، بفرمایید. چی؟ آخه چطور؟ کی متوجه شد بی گم شده؟ حالا صبح اول وقت داد آسایشگاه به من خبر دادن. من بلا فاصله با سرده تماس گرفتم، به خانوادش هم زنگ زدم فکر کنم پیداشون بشه. حالا همچین مسائلی داشتیم بچه‌ای از اینجا گم بشه؟ گم بشه نه جناب سروان، گاه گاه داری بچه‌ها شیطونی کردن از این در خواستن برام بیرون نگهبان حواسشون نبوده، اونم یا خودشون برگشتن یا همسایه‌ها آوردن. آقای زمانی چی شده چه جوری رفته؟ آقای سمری باور کنید من دیگه فکر اینجا رو نکرده بودم. یعنی چی؟ بابا اینجا آسایشگاه است. آقای زمانی مسئولیت قبول میکنیم، بچه از در نگهبان دار چجوری رفته بیرون آخه؟ ایشون فامیلشونه؟ بله ایشون برادرشون هستن آقای سمری. من چند دفعه تماس گرفتم خونه، خدا سر شده هیچ کس گوشی رو بر نداشت. آخر مجبور شدم به موبایلتون زنگ بزنم. از صبح تا الان که زنگ زدم شما حالا اومدین اونم اینطوری؟ آخه اگه مامان بفهمه من چه خاکی به سر می‌ریزم. نگران مامان چی میشه؟ من میرم بیمارستان. نگران نباش. خب آره برو. خیالت برو فقط هیچی نفهمه نگار. هیچی نفهمه. نه چطور مگه؟ پس ایمان کجاست؟ ایمان جلسه داشت، میاد. نگران نباشی، بخوریم براتون خوبه خانم نوا. چرا نمیخوری؟ نمیدونم چرا دلم شور میزنه. متاسفانه یکی از مشکلات این بچه ها اینه که خیلی اینا شکل همه و تشخیصمون برای ما خیلی مشکله. خب چیکار باید بکنیم؟ مشخصاتشو کامل روی این برگه بنویسید، اگه مشخصه خاصی چیز دیگری هم داره بنویسید و من برگه. ولی جناب سروان عرض کردم که مشکل داره، ممکنه مشکلی یا اتفاقی برش پیش بیاد. جناب سروان عرض کردم خدمت مشخصات اونجا یادداشت کنید بذارید روی میز، من برمیگردم. خانم شما هم تشریف بیارید.
گم شدی؟ خونت کجاست؟ نمیدونم. این پس برای چاپ میشه. خیلی دیره. ما میخوایم برای امروز چاپش کنیم. امروز که نه، چون ما صفحه لایه‌مون رو بستیم، شاید پس فردا بشه. بابا تو پس فردا هزار اتفاق ممکنه براش بیفته. من که نمیتونم صبر کنم. اگه امروز میخواین صفحه دومون هست که اونم خیلی گرونه. ای بچه، تو اونجا چیکار میکنی؟ بیمار بینم، دست از همون باشی، بیمار بینم. فریاد میزنی آخه؟ من یکی توی این محل کم داشتیم. اگه به تو نبود تا حواست به ماشین باشه. سر دفعه گفتم. سر دفعه من گفتم بهت خونه پارکینگ نبگی. یا گربه میپره تو ماشین سلاشتن بیاد یا فوتبال بازی میکنن. مگه به تو نمیگم بیا برو؟ چقدر به تو بگم آخه؟ چی میخوای اینجا تو؟ جلز من داداش که برو بینم. بودو عجب گرفتار شدیم. چاپ شد. برادرم پیدا شده. برادرتون؟ بله، علی ثمری. اون پسره که بله بله. شما تشبیه اتاق بغلی. خیلی ممنون. خیلی ممنون. علی. Oh!
بابا چه پسر گلی، چطوری؟ تنهایی؟ آره؟ ننه بابات کجا؟ گم شدی؟ آره؟ فهمیدم قیافت فهمیدم، سردت؟ آره؟ واسه اینو بدم بپوش گلشی. بیا اسمت چیه؟ علی. علی آقا، علی آقای گل، واسه ببینم چی مصد دارم اینجا. بابا کدو میخوای؟ مست چیه این؟ مایی جمعی. ها؟ جمعی. میدونی خونت کجاست؟ نه. نمیدونی؟ نشونی مشونی باید نیم؟ نه. کاغذ؟ نه. عباس آقا، عباس آقا، چه خبره؟ تو شیشه رو شکستی؟ یواش برو، یخ زدی. یخ زدی؟ میخواستی با آژانس بری؟ خانم نواب، برای چی از تخت اومدیم بایی؟ مگه شما استراحت مطلق نیستیم؟ نمیدونم، نمیدونم، اصلا حال خوبی ندارم. دمدمای صبح بود، خواب پریشونی دیدم، تلفن پسرم هم جواب نمیده. نگران نباشیم، هیچ اتفاقی نمیافته. میترسم، دلم گواهی بد میده. بیتو میترسی؟ نه. چی نه؟ بیتو؟ نه. چرا؟ جلسه من. ها؟ جلسه من. شکلات بدیرم بباره. جلسه من. این شکلات رو بدیرم بباره. جلسه من. خب باس، همینجا باس. کجا بودی با؟ ترسیدا. نگران شدم. نگران من یا جنسار؟ آه اردو باشم میگرفتنم. جدی؟ نه موشکی. آه بابا تو رو ایشگی نمیگرم. بیا. یواش. اینم باقیش. بایی چقدر روختی؟ حال کن. آه نمید گرم توه. ای پسره نبود گرفته بودنم. پسره؟ کدوم پسره؟ نپره شب پره. جدی میگم کدوم پسره؟ یه پسر خوشگله، جوونه، جیگر خوشبرو رو. زر نزم بابا، دیگه کیه تو نگاه میکنه؟ زر هیکلته، دم دره. جلد من شده تا اینجا اومده دنبالم. ولکنی جونه تو، دم در میگم. ببین کی داره میره تهرون، بفرستش بره بعد وقت. یمش کن، یمش کن. بابا غیره سلام. علیکم سلام آقا طلا. علی. علی
ستاره بابا این که خودش گنجه دمت گرم. هو بی خودی واسش نقشه نکشن یه آدم منه. خواب خون بگیر لکاته. آش آشغال مایی مایی یه تو یه تو همو علی داداشی به 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 چطوری گل پسر؟ چی داره تو جیبه؟ سرت نشه اینجایی خیلی آقایی برمه بینو بگی صفر بگی من الان برمیگردم بشین بشین همجا بشین جایی نری ها سلام جانم اون سر من پرسیدی شب با من بود ازم باشه هفتیم دفتر یه باید خاصی باید حرف بود باشه آقا دمت گرم باشه بریم واسه چوکولات بخرم ای والله پسر قابل شما رو نداره بفرمو علی 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 کرم انجل نه انجلی رو چشم چشم خوبه بدم یاد گرفتم اینجوری 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 چجوری پیداش کنم؟ تو این شهر درندش کجا پیداش کنم؟ خدای فقط یه فرصت پیداش میکنم من باباست ماهی ها چی ماهی ها دوست کن ببلا بازش کن بپره با کن دیگه نه دو بیا با کن بپره دیگه نگاه بیا ببین چقدر نرمه چقدر گرمه دست بزن یک کوچولو اینجوری بپره یک دو بپره سلام ماما حالا میای؟
مامان علی دلم برای علی تنگ شده بیارش میخوام ببینمش آی سگ بسته و وا کنید دیگه هر چی ساخته بود این پری ستاره کیه در میزنه با علی قلمبه خودمه اه چرا بیرونش کردی بگو بیا تو لازم نکرده بیاد قاطی شما پهلوونا بخوریشه دیر و زود داره سوخت و سوز نره غلط کردی بالاخره باید بیاد لای ما جماعت دیگه ببرما فقط بفهمم یکی سیگار دستش داده من میدونم و شما بچه مثل گل میمونه چه گویی میخوایی پدر سگ چه غلطی داری میکنی بیشرف پدر سگ علی باش برو برو بودو بالا بودو بالا گفتم دست به این بچه نزن نگفتم به این آدم منه برو جناب علی برو بالا میپرا عوضی بی پدر مادر به جارد فقط یه صوته چیزی نیست میپره اینو جلدش نکنی چی خواستم بدم به غیرتت به شرفت به آبرود به چیت دست به این بچه نزن ستاره این بچه رو من ترجیح میدی؟ علی آشتی نکردی؟ علی من که واسه خاطراتو باش دعوا کردم که دیدی که زدمش داداشی ها؟ داداشی داداشی نمیاد اگه میخواست بیاد تا حالا اومده بود بس چی اینجوری نگاه میکنی؟ ها؟ گفتم یکی پیدا شده باش درد دل کنم داداشی من هم مثل داداشی تو روزی که این در رفت بیرون گفت زود بر میگردم ولی بر نگشت گفت تنهات نمیذارم زود زود میام منو ول کرد تو این دیوونه خونه رفت حالا تو هم با ما قهر کن خدا که با ما قهر کرده تو هم قهر کن آی گله نکن آی گله نکنم آیی علی گشنته چه آره
درد سر نشه واسه ما. نه خیلی خوب دیگه. برات ردیفش میکنم. من که همه چوره روسی هم به جون عزیز خود نهرم. یعنی اگه داشتم که اصلا ببین تو برو با اونایی که من کار کردم ازشون بپرس. من حتی اگه پول نداشتم بهشون بدم و یه کاری کردم که حالشو بردم. به دردت میخوره. خیلی باحاله. قبرام سرحال دوست داشتنی راست کارته. خودشی میدونی میخوای ردش کنی؟ نه با عقل و بار درست حسابی که نره. درد سر نشه واسه ما. اونجایی که تو میبریش نه درد سر نمیشه. خیلی خوب دیگه نیش قیشی دست خوده. ولی کس نوه بفهمه ها مبکرتا مسی مردا سوزو. علی علی اینو بگی اینو بگی دستت پاشو بس دری علی. خب خب میشنوی صدای منو باز فرار کنی. منی میخوای بری پیش داداشی؟ آره آره به اینجا به اینجا بودو علی علی بودو باز فرار خب؟ نه علی نه علی اگه باسته میکشنت نه میکشنت بهت میگم نمیخوام باسته من چیز بخوام از ساب بودو عوض کنه علی بهت میگم برو. نه برو اینجا باسته میکشنت میکشنت. من نمیخواستی بری پیش داداشی برو دیگه. نه فقط مواظب خیابونم باش. ببین همین خیابونو که بری جلوتر پلیس هست. بودو علی علی بودو علی. نه بودو بهت میگم میزنمت به قرآن مجید میزنمت. نه بودو بودو جاش آمده هست؟ باری خانم قلبت ناراحتی به روح بابام پیداش میکنم برات بیارم. من خیلی نگران ایمانم.
مگه پیدا نشه چی؟ جاش خوبه؟ بهش باشی. باید برم.
کی بریم شهر بازی؟ فردا. فردا بریم شهر بازی. Thank you.